تو ویدیو امروز میخوام به تاموزش بدم که فقط با دانلود کردن یه ویدیویی که من بهت میگم از یک سایتی بتونی برای هر ویدیو حداقل 5 دلار دریافت و آنن توی تراست برداشت بزنی فقط نیازه که تا آخر ویدیو رو همراه من تماشا کنی سلام بچه‌ها خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز اسم من مانیه و توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری فقط با دانلود ویدیو میتونید کسب درآمد دلاری داشته باشید یادتون نره بچه‌ها این متد کاملا واقعیه و کاملا پولسازه پس حتما تا آخر ویدیو رو ببینید اگه از ویدیو خوشتون اومد توی نره حتما ویدیو رو لایک کنید چنل منو سابسکرایب داشته باشید و اگر توی ویدیو به مشکل برخورید حتما توی کامنت ازم بپرسید سعی می‌کنم تو کمترین زمانی که بتونم جوابتون رو بدم جوین چنل تلگرامم بشید لینک تمام هایی که استفاده میکنیم توی چنل تلگرام هستش و اینکه لینک چنل تلگرام هم توی دیسکریپشن و هم توی کامنت اول براتون پین شده پس حتما جوین بشید دمتون سایه گرم و بزنید بریم سراغ ویدیوی امروز خب بچه سایتی که امروز باش کار داریم اولین سایت سایت سئو کلرکس هستش برای دوستانی که نمیدونن سئو کلرکس یکی از معتبرترین سایت های فریلنسری هستش که شما میتونید به, اون به صورت دورکاری داخلش کار انجام بدید متدی که امروز میخوایم کار بکنیم متد موزیک ویژولایزر هستش موزیک ویژولایزر چیه بچا یک همچین چیزاییه یادتونه توی ویندوزهای قدیمی و در واقع یک سری پلیرها ها مثل مثلا اپل موزیک و مثل اسپاتیفای و اینجور پلیر ها برای آهنگ شما وقتی که آهنگ میذارید یک در واقع چیزی با آهنگ شروع میکنه حالا با ریتم آهنگ با بیس آهنگ بالا پایین میشه یا مثلا برای خوانندههایی که آهنگاشون توی یوتیوب آپلود میکنن یه موزیک موزیک ویژوالایزری دارن که این رو انجام میده ما امروز میخوایم این موزیک ویژولایزر رو بسازیم و بفروشیمش بچه‌ها ساختش واقعا در حد همون دانلود کردن یه دونه ویدیو و فروشش هم هیچ کاری نداره خیلی ساده میتونید این رو بکنید قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو بگیم که بچه‌ها من دیلی کمبوهای ربات همستر کامبت و ایراپ جدید همستر یعنی زن کوین رو هر روز توی چنل تلگرام من براتون میذارم پس حتما جوین چنل بشید کد مرسای همستر هم میذارم پس جوین بشید که بتونید استفاده بکنید خب این قسمت بچه شما وقتی موزیک ویژولایزر رو سرچ بکنید توی سو کلرکس یه سری افراد مختلفی میان که در واقع این کار رو انجام میدن و اگر ببینید مثلا برای 3 دلار میگیره 19 نفر سفارش کار دادن این یکی 30 دلار میگیره و 8 نفر بهش سفارش کار دادن بچه ها که خب اگر بریم توش یعنی توی این پست کلیک بکنیم میبینیم که این قسمت نوشته که آقا زمان پاسخگویی شین شما زمانی که بهشون پیام میدید تا 24 ساعت بعدش بهتون جواب میدن و سه روز زمان میبره که دلیوریش انجام میشه ریتینگش این یک ستاره است اما برای هر کاری که انجام میده سی دلار میگیره و تا الان هشت نفر هم به سفارش کار دادن تقریبا یعنی دیویست دلار از این متود تا الان پول درآورده ما برای بتونیم این کارو بکنیم اول خب نیازه که جوین سایت بشیم که از این قسمت شما وقتی بیاید روش با اکانت گوگلتون هم میتونید اکانتتون رو بسازید وقتی که کلیک کردید شروع به وریفایینگ میکنه و در واقع اکانتتون رو لاگین میکنه بعد از لاگین شدن ما صبر کنیم که در واقع کار لاگینش انجام بشه و خب این قسمت تبدیل میشه به یه دونه زنگوله یه دونه بخش اکانتتون و یه دونه سرچ بار اگر شما در واقع یه دونه حالا به اصطلاح سفارشی داشته باشید توی بخش زنگوله برای آلرته میاد و میتونید سفارشتون رو ببینید از این قسمت هم اگر پیام برن توی قسمت این باکس برای شما میاد بچه ها حالا قبل از این که اصلا بریم سراغ این سایت میخوایم ببینیم اصلا ما این موزیک ویژولایزر رو چطوری میتونیم بسازیم بچه ها شما اگر توی این سایتی که براتون توی چنل تلگرام گذاشتم برید وقتی که با اکانت گوگلتون اینجا اکانتتون رو بسازید این قسمت توی داشبوردتون یک همچین حالتی میاد بچه‌ها یه همچین حالتی خب این قسمت نیو ویدیو رو که بزنید برای شما چندین آیتم مختلف میاره که یه سری ها. حالا پرو هستن ببینید اینا زده پرو اینا پرو هن و بعد حالا در واقع خرید بزنید از سایت یک سری یا پرو نیستن حالا چندین سایت موزیک ویژولایزر براتون میذارم که تنوع بالایی داشته باشید یه سری که پرو نیستن مثلا این ما این رو سلکت میکنیم و برای ما دموش میادش بچه این قسمت حالا ما میتونیم با انواع و اقسام سلیغه ها این رو ادیت بزنیم و هر جوری که دوستش داریم درست بکنیم قسمت اول پریست ما میایم پریستمون رو انتخاب میکنیم که انتخاب کردیم بخش دوم بخش آودیو هستش یعنی با باید اون فایل موزیکمون رو بیایم و این قسمت آپلود بکنیم که من از این قسمت یه دونه فایل آودیو میام و آپلود میکنم اجازه بدید اه این آها یوتیوب آدیو و مثلا این آهنگ رو من آپلود میکنم خب حالا فایل صدای ما آپلود شد من این موزیک بدون کپی هم اینجا آپلود کردم که مشکلی نداشته باشیم ولی اگر ما الان اینو بذارید فکر میکنم که بیاد بذارید من ببینم که صدا درسته خب بله بذارید اینجوری میبینید بچه وقتی پلی میکنید اینا شروع میکنن به در واقع با بیس و ریتم بالا پایین رفتن خب حالا ما از سری ادیتا بر اساس خواسته اون کاستومرمون کسی که به ما سفارش کار داده باید رو این بزنیم مثلا این قسمت یه دونه ایمیج مثلا اگر یه دونه مدیایی بخوایم اینجا بذاریم مثلا عکس اینو بذاریم اون عکسی که بک‌گراند قرار میگیره بچا میبینید این عکس پشته حالا من میخوام این رو آپلود مدیا بکنم یعنی اون عکسی که خودم دوست دارم رو بیام و این قسمت بذارم مثلا از والپیپرهای خودم یه عکس اکس رو مثلا میام مثلا این اکس رو من میخوام بذارم خب اینو میذارم و حالا میتونم من مثلا میرورش بکنم حالا یا هر جوری که خواستم تموم که شد توی قسمت تکست میریم آرتیست نیم رو حالا هر چیزی میگم اینها رو بچه من دارم بهتون آموزش میدم و هر چیزی رو که خود اون کسی که در واقع بهتون سفارش کار داده بود اه باید اه بیاد و بهتون بگه چی بنویسید اما خب من دارم فقط بهتون میگم که کار با سایت چه شکلیه اینجا من مثلا سویت مانی رو مینویسم و اسم آهنگ رو ترک نیم مینویسم سیلور متال به همین سادگی حالا اگر لیریکسی داشت خودشون براتون فرستادن این قسمت اد لیریکس رو میزنید و در واقع از ثانیه صفر اد لیریکس رو میایید و میذارید مثلا من اگر بخوام اینجا یه دونه بچه استایل داره که حالا میتونید لیریکسش رو بگید که چه باشه مثلا چقدر فاصله داشته باشه لیریکس منظور همون متن آهنگه و اینجا هم میتونید که تکستی همون متن آهنگ رو بیایید و قرار بدید بچه ها بعد از اینکه در واقع لیریکس رو گذاشتید بعد از اینکه تموم شد اجازه بدید خب بعد از اون بخش کالر میشه که شما میتونید ویو لیر های مختلفی رو انتخاب بکنید مثلا این خطی که اینجا میاد سفید بود من مثلا میخوام این خط رو آبی بکنم بچه ها به همین سادگی یا مثلا میخوام قرمزش بکنم ما میام روی قرمز و این رو یک قرمز که با این چراغا هم ست بشه اجازه بدید بعد از اینکه زدید هم باید کانفرمش بکنید بچه ها که انجام بشه خب این از این لیر دوم حالا باید ببینیم این لیر دوم چیه این سبز چیه است که سبز باشه به چه چیزهایی ما اینجا داریم که سبز باشه زیرید سفیدش کنم خب مثلا اینکه بچه از این توپ توپ که توی هوا هستش و در کل بتونید رنگ های مختلفی رو بذارید و تغییر بدید تا اینجا یه همچین چیزی رو ما داریم که اسم اینجا هستش داره با آهنگمون بالا پایین میشه و داریمش حالا این رو اگر تمام بکنیم قسمت بعدی المنت های ما هستن که حالا میتونیم اینها رو اضافه بکنیم این توپ توپ پا رو که حالا اگر باشن یک همچین حالت نباشن اینجوریه باشن هم تکون میخورن و میرن که به نظرم باشن بهتره انیمیشن هم ما میتونیم اینجا بذاریم سابسکرایب انیمیشن لایک سابسکرایب انیمیشن که حالا اگر بخوایم میتونیم اضافه بکنیم که بله میبینید این لایک و سابسکرایب اینجا برای ما اومده که میتونیم این رو هم اضافه بکنیم حالا به خواسته اون مشتریی که داریم بچه و خیلی چیزهای مختلفی و بخش آخر هم بخش اکسپورت ما هستش که خیلی ساده روی اکسپورت ویدیو میزنیم و اون حالا آپشنی که میخوایم رو استفاده میکنیم و استارت اکسپورت رو میزنیم میبینید این قسمت داره برای ما کامل میشه و اکسپورت میگیره و بعدش میتونیم که دانلودش بکنیم بچه ها این شد از موزیک ویژولایزر ما پس ساختش پنج دقیقه زمان نمیبره البته باید با توجه به سلیقه یک مشتریتون بسازید من الان صرفا خواستم کار با سایت رو بهتون آموزش بدم که ببینید چقدر ساده است بعد از اینکه ساختید و اکسپورت گرفتید و دانلودش کردید ببینید الان برای ما اومد و الان ما میتونیم از طریق این لینک ها دانلودش بکنیم بچه ها بعد از اینکه دانلودش کردید حالا توی این قسمت باید بیید به مشتریتون بفروشید حالا اصلا میگید که ما اصلا چجوری از این پستا باید بسازیم خب این قسمت من خواستم اول بهتون نشون بدم چقدر ساده است بعد بیایم توی خود سایت سوکلرز شما برای اینکه یک همچین پستی بتونید داشته باشید یه همچین چیزی نیازه که روی گزینه سلر برید سل و سل سرویس رو کلیک بکنید بعد از اون یه دونه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه که از این قسمت میتونید مثل مثلا اینجا من یه دونه تام نیل بذارم مثلا یه دونه عکس این قسمت بذارید یه دونه تام... تایتل یا همون تیتر طراحی بکنید که میتونید بنویسید که I مثلا هر چیزی که دوست دارید دیگه Uh, wonderful music visualizer for you یه همچین حالتی زمان تحویل یه روز کتگوریش آرت دیزاین میتونید بذارید یا مثلا گرافیک دیزاین uh, مثلا ما گرافیک ان رو میذاریم گرافیک لوگوز رو میذاریم uh, بخش تگ دوباره موزیک موزیک ویژولایزر ویژولایزر هر چیزی که به کار شما مربوطه موزیک موزیک ویژولایزر ادیت پریمیر هر چیزی که فکر میکنید تگش به کار شما میاد رو اینجا بذارید چون باعث میشه که وقتی موزیک ویژولایزر رو سرچ میکنن اولین پست پست شما بیاد وقتی سئوش بره بالا سرورگ دوم سرورگ قیمته که قیمت رو از هر قیمتی میتونید بذارید میتونید 5 3 دلار بذارید 5 دلار بذارید 10 دلار مثلا من میذارم 12 دلار برای کار اول یه سری کویک دلیوری داره که مثلا زودتر بهشون برسونید میذارید 15 دلار مثلا یه سری اکسترا سرویس ها و اکسترا آپشن ها داره که اگر خودتون فکر میکنید میتونید بهشون آپشن بیشتری ارائه بدید میتونید بذارید و, و و و کلی مثلا بخش تخفیف و چیزهای مختلف که از این قسمت میتونید خودتون بیاد و انجام بدید اما مهمترین بخشش همین بود و بعدش کانتینیو رو میزنید و میرید توی بخش کانتنت اینجا باید یه توضیحی راجع به کاری که میخواید بدید بنویسید به عنوان توضیح مثلا اگر این قسمت بیاید موزیک ویژولایزر رو سرچ بکنید این قسمت مثلا موزیک ویژولایز همچین یه سری توضیحاتی رو میتونید مثلا از سایت مثلا این یه سایت دیگه بچه که میتونید از داخلش موزیک ویژوالایزر پس خب تو اینترنت سرچ بکنید میاد براتون اما منم لیکش رو میذارم موزیک ویژولایز ویکی مثلا پدیا بذارید ببینیم داره ویکی پدیا اه. آها وات is ویکی اومد و خب یه همچین متنی رو ما میایم این رو به همین سادگی کپی میکنیم و تو این قسمت میایم و پیست میکنیم این شد یک دیسکریپشن یه, یه توضیحی از کاری که ما داریم انجام میدیم این موزیک ویژوالایزر اصلا توضیح میدیم بهشون که چیه یه دونه که چیزهایی که شما نیاز دارید برای موزیک ویژولایزر رو اینجا می نویسید مثلا براش می خواهید که بدونید که آهنگ رو نیاز دارید فایل صوتی نیاز دارید لیریکس یا همون متن آهنگ رو نیاز دارید اینکه چه رنگ هایی توش استفاده بشه اینها چیزهایی هستن که شما نیاز دارید و وارد می بخش آخر هم بخش ریویو هستش که پستتون رو یک نگاهی میندازید و اگر درست بود همه چیز و مشکلی نداشت میایید و ساب رو میزنید و پستتون پابلیک میشه بچه ها. بعد از اینکه پابلیش شد گفتم بتون اگر شما سفارشی داشته باشید در بخش آلرس میبینید بعد از اینکه سفارش گرفتید ساختید و تحویل مشتریتون دادید توی این قسمت بخش بالانس اون میزان عددی که باید تغییر میکنه و برای برداشتش توی گزینه ستینگ باید برید و اجازه بدید بیاید توی بخش سیتینگ خب توی بخش سیتینگ که بیاید گزینه دوم پیمنت متد هستش بچا که میتونید از این قسمت هر متدی که دوست دارید رو انتخاب بکنید مثل دیجیتال ولت های مختلف کریپتو کارنسی و ارزهای دیجیتال و اگر مستقیما تراست ولت رو خواستید توی کاستوم پیمنت اد رو میزنید کانکتید کاستوم پیمنت این قسمت پیمنت متد رو تراست ولت می نویسید و این قسمت یک توضیحی به اون خریدار میرید که آقا لطفاً به آدرس مثلا یو اس سی تی تی سی 20 من ببینید همین متنی که اینجا نوشتم به این وارد کن و این پایین هم آدرس ولتتون رو میذارید و سیو میکنید بچه ها اینجا اینجوری هر کسی که اومد از شما خرید بکنه پول رو به آدرسی که بهش گفتید براتون واریز میکنه و به همین سادگی میتونید که درآمد دلاریتون رو داشته باشین اما نکته ای که باید بدونید اینه که بچه ها شما یک شغل دارید جلو میبرید و این شغل لازمش اینه که صبر داشته باشید تلاش بکنید و سعی بکنید که خودتون رو جا بندازید تا درآمد بالایی داشته باشید چون مثل مثلا سایت های سرمایه گذاری یا سایت های فاستی نیستش که آنن به شما درآمد بده حتی امکان داری یکی دو ماه زمان ببره برای درآمد شما اما زمانی که به درآمد برسید دیگه درآمد خوبیه و حتی میتونید به عنوان یه شغل ثابت ازش استفاده بکنید دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید بچه اگر از ویدیو خوشتون اومد یا رو نره لایک کنید چند و سابسکرایب داشته باشید و جوین چند تلگرام هم بشید و تا ویدیو بعدی کلی ما رو خودتون باشید سعی کنید پول بشید و فعلا خدا نگهدار